ارزش بیش از 5 میلیارد تومان است. خارج از شبکه داروی کشور توضیح شده این داروها هم فاسد تاریخ گذشتن هم قاچاق، خارج از چرخه رسمی داروی کشور وارد کشور شده و هم تقلبی است، موجب از کار افتادن کبد و کلیه میشه. اینجا از جلد داروی خارجی بود، داروهای تقلبی داخل این قرار میدن، همجورن که مینی تاریخ انقضا همجور از قبل زده شده روشون. تا برچسب های تایید سلامت با شماره های تقلبی، اینا یه سامانه خودشون تعریف کردن که این شماره رو به اون سامانه که خودشون تعریف کردن پیامک میکنن و اصالت کالا رو تایید میکنه. اما چطور تشخیص بدهیم که این برچسب ها و داروها تقلبی است؟ اگر این UIDR رو به 2088-22 که مربوط به وزارت بهداشت هست شما ارسال بکنید، این رو تایید نمیکنه. باورمان نمیشد که بخشی از این داروهای فاسد و تقلبی کنار گوشمان در شهرستان مردشت در یک گلدانی تولید میشد. اما در اولیه بسیار زیاد اینجا برای تولید دارو هست. سودجویان اینجا انواع داروها را تولید میکردند. چهل تولید کرده شده آماده شه که آماده انتقال به بازاره. نمونه شربتی که تولید کرده متأسفانه توی محیط کاملا غیر بهداشتی که آماده بسته‌بندی بوده. داروهایی که نه تنها بیمار را درمان نمی کند بلکه بیماری آن را تجدید می کند. دکتر ابا می کنه تزریق کنه، می ترسه، میگه اثرش بده، اثر منفیش بیشتره. دکترم حساسیت داره، مریضیش دوباره برگشت، مخاطره میداد. بسیاری از این داروها تولید شرکت‌های معتبر داخلی بودند که اگر احتکار نشده بودند فاسد نمی شدند. مجازات های حبس تا 5 سال و جریمه نقدی تا 10 برابر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه برای این قبیل افراد قانون‌گذار در نظر گرفته. پارسال هم 7 تن داروی غیرمجاز و قاچاق در همین مکان امها شد. مردم در صورت مشاهده هر گونه داروی تقلبی، داروی قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته در سراسر کشور میتونن مراتب را با شماره تلفن 190 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاع بدن. سعید فرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.